و سرکه و روغن. سرکه دم دست نیست، میرم میارم. این هم از روغن که باعث میشه دلمه ها به هم نچسبن. روبه از گیل مخصوص شهر آستارا هستش، فکر کنم اونجا فقط اینو درست میکنن، چون یه غذای مشهور و معروف و خوشمزه دارن به اسم لونگی. فکرشو نمیگرم عادل بیاد، ولی عادل اومد. کادوی من هم رسید، کادوی بودبودی. آره، از طرف فندقی. اسمش چیه این؟ سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من یه چند وقتیه هوس دلمه برگمو کردم، ولی حقیقتش اینه که همه وسیلهاشو نداشتم که بخوام درست کنم، ولی دیروز دیگه به خودم قول دادم برم خرید کنم و درستش کنم. قرار بود برای نهار باشه، ولی از اون جایی که من چند وقتی شب خیلی دیر میخوابم، صبحم دیر بیدار میشم. ساعت رو ببینید، 1:05 ظهره و من هنوز نهار رو درست نکردم. مثلا میخواستم برای نهار درستش کنم. ایراد نداره، بریم خریدامون رو انجام بدیم. گوشت میخوام. دیروز زنگ زدم به محمد داداشم، نمیدونم میدونید یا نه، محمد قصابه و من همیشه گوشتای مصرفی از محمد میگیرم. بریم گوشت بگیریم، سبزی بگیریم و دیگه فکر نکنم همینا رو احتیاج دارم. بخریم و بیایم، حالا کاراشو انجام میدم. اگه رسیدم برای شام، اگر نه برای فردا نهار درستش میکنم. بزن بریم. من سنجاق رو نداشتم چی کار میخواستم بکنم؟ این موقع ها سنجاق واقعا کمکم میکنه، سریعتر میتونم برم بیام. البته قبلش قصد داشتم، یعنی دیشب قصد داشتم از خونمون تا بازار براتون ویدیو بگیرم، ویدیو رو بذارم رو تایم لپس، یا حالا مثلا ویدیو بگیرم علی بعد تندش کنه، ولی خب دیگه عجله دارم و وقت نمیشه. سویچه سنجابه، اول اینو میذارم باید شه. سلام سازیام، چطوری؟ چه کار میکنی؟ الان که از عادل خبری نشد، احتمال داره نهار خونه نیاد. اینجوری دستم بازتره که با خیال راحت به کارام برسم، چون چیزی نخوردم
و انرژی مطمئنن میفته یه قهوه بزنیم بعد شروع کنم به کارم. سبزی گرفتم بچه ها، مرزه و نعنا نداشت ولی خب ایرادی نداره چون که خدا رو شکر خشکشو دارم استفاده کنم. از مغازه محمدم گوشت گرفتم، گوشت چرخ کرده. پدر منم اونجا بود، گفت چرا داخل نمیاد؟ گفتم بابا حالم بد میشه. گفت منم قبلا حالم بد میشد، الان دیگه نمیشه. من اصلا کلا به گوشتی که نرمه بعد بوام کلا چون میده بوی گوشت یه جوریه کلا حالم بد میشه، اصلا دست خودم نیست. وگرنه واقعا دوست دارم، عاشق مرغ و گوشت و ماهی و اینام، ولی اینجوری بوش که بهم میخوره مخصوصا که حالت نرمی داره و تازه است یه جوری میشم. دیدم گوشت خورشتی هم نداریم، گوسفندی هم گرفتم. حالا اکثرا مدل میاد اینا رو برام بسته‌بندی میکنه، اگرم نباشه باز زیاد نداره. من از این دستکشای یه بار مصرف میپوشم، بعد اینا رو بسته‌بندی میکنم و دیگه میریم سبزی پاک کنیم که زودتر بتونم غذامون رو حاضر کنم. همونطور که همتون میدونید برای درست کردن دلمه ما نیاز داریم به برنج و لپه. حالا اگر دوست دارید به روش منو یاد بگیرید این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. برای برنج شما میتونید از برنج نیم دونم استفاده کنید یا برنج کامل، فرقی نمیکنه. من یک لیوان برنج دارم و نصف همون لیوان لپه دارم. لپه رو کامل بذارید بپزه، این کفاش هم میتونید جمع کنید. لپه رو کامل ای بابا ریخت. لپه رو کامل باید بچه ها بذارید بپزه. خیلی ها نیم پز برمیدارن و زمانی که داخل دلمه هم میریزید همونجوری نیم پز میشه و اصلا حس خوبی به نظر من نداره. لپه کامل بپزه. برنجم دقیقا مثل زمانی که شما قراره آبکشش کنید، وسطش خام باشه، دو طرفش پخته شده. حالا خیلی ها مثل من برنج و نمک و آب رو میذارن روی حرارت و بعد آبکش میکنن، یا اینکه اول آب رو میذارن بجوشه بعد برنج رو اضافه میکنن، که حالا من به خاطر راحتی کار همیشه برنج رو به این سبک آبکش میکنم. تا اینا حاضر میشه من برم سبزی رو پاک کنم، بشورم، خرد کنم. فکرشو نمیگرم عادل بیاد ولی عادل اومد. کادوی منم رسید، کادوی بود بودی. آره، از طرف فندقی. اسمش چیه این؟ GCA. نه چه کار میکنه؟ آسان مدل ارزم. دست فندقی درد نکنه، مبارکت باشه. این که بیاد فندقی گیره، همیز خیلی دوست داشت. جانست قبول. این چه کار میکنه؟ کاتل دیگه رو چیزی مخواهی جوز کنی. آساس خونه. دست درد نکنه. دیگه چی گرفتی با هدیه تولدت؟ همین. بازم هدیه داشتی؟ بازم پول داشتی؟ پول که دارم. پولا رو حیف و میداری میکنی؟ این ماشین رو درست کردم دیگه. خب دستت در نکنه، مبارکت باشه. دارم بسوار ماشین بسوار خیلی گرم شده، مواظب ماشیناتون باشه. آره من مواظب نبود نسیم، بعد میخوام مواظبت کنم. دیگه خرابش کردی؟ نه الان درستش کردم. خب آدای جون، حالا که اومدی من باید نهار آماده کنم. نمیخواد. و شما هم لطفاً بیا برو ببخش گوشت، گوشت رو بسته بندی کن. چه خوبه این وقتا آدم داخل فریزر یه چیزی داشته باشه. من سبزی داشتم، بهش تخم مرغ و پیاز و ادویه زدم. برای آده دارم کوک سبزی درست میکنم. آخه الان یه چند وقته من هی غذا درست میکنم بعد نمیاد. برنجم که شب نمیشه خورد دیگه، سنگین میشه. به خاطر همون دیگه الان چند روزه درست نمیکنم. اگر میخواد بیاد بهم میگه ها، ولی امروز نگفت. منم سرگردان بودم. اینم از لپه که هنوز نپخته. فکر کنم چون دوتا لپه رو با هم مخلوط کرده بودم یکیش دیر پزه، باید قشنگ ببونم بپزه. بعد قسمت بسته‌بندی گوشت‌ها
این گوشتای تیکه‌ای رو من نمیشورم، همینجوری میذارم داخل فریزر. خیلی ها میگی مرغم باید همینجوری بذاریم، ولی واقعا مرغ بدم میاد دیگه اون حالتی بره داخل فریزر، باز این قابل تحمله. حالا اون همونجوری بذار دیگه، تیکش نکن. این سردست گرفتم برای خورش گوسفندی، واقعا خوشمزه است. بعد به عادل گفته بودم بره از این پلاستیکای زیپ کیف بگیره. زیپ کیف میگم فکر کنم دیگه مال من تموم شده بود. من همیشه این سایزی استفاده میکنم، عادل این سری رفته یکم بزرگتر گرفته، مجبور شدم هر کدومو اینجوری با دست بهش قسمت بندیش کنم که هر دفعه خواستم حالا یه قسمتشو بردارم، چون دو نفریم خیلی هم استفاده نمیکنیم دیگه. نفر 200 مثلا اگه بخوام یه غذای درست کنم، نفر 100 گرم، 100 عادل 100 من، اینجا 200 گرم. مهمون بیاد حالا بیشتر استفاده میکنیم، مثلا یه 500 گرمی استفاده میکنیم اینجوری. حالا اینا رو دارم من بسته‌بندی میکنم. برای دلمه ما 250 گرم گوشت چرخ کرده میخوام، چرا این ترازومو دوست دارم، بابای عادل برام گرفته. ببینید 249 خب عجب 250 گرم، یه من یه گرم اینجا کم دارم. 250 برای دلممون احتیاجه. یکم سخته. خب خدا رو شکر داخل فریزر این سبزی رو داشتم. واقعا همیشه بدم میاد داخل فریزر مثلا سبزی و یه سری غذاها رو اضافه بیاد بذارم فریزر، ولی واقعا یه وقتا به درد میخورم، مثل الان که باعث شد سریع بتونم غذا آماده کنم. سبزی ها رو پاک کردم، شستم، حالا زمان خرد کردنشونه. عادلم غذاشو خورد رفت، دیگه برسیم به غذایی که قراره آموزش بدم. بچه من غذا ساز دارم، ولی تیغش خیلی زود کند میشه، به خاطر همون از این یکی کوچولوه استفاده میکنم که خرد کنه، خیلی کار راه اندازه به نظرم. سبزیایی که ما برای دلمه استفاده میکنیم شوید هستش، اونایی که حالا سبزی نمیشناسن شوید هستش. جعفری داریم، ببینید، ترخون داریم، این از ترخون، پیازچه هم داریم. پیازچه کجایی؟ پیازچه، پیازچه بیا این وسطوشه بچه اینا. پیازچه هم داریم و احتیاج داشتیم به نعنا و مرزه که امروز که دیر رفتم سبزی تموم شده بود، به خاطر همون من میخوام از خشکش استفاده کنم. سبزی هامون همین هاست، حالا اینا رو خوردش میکنیم. یکم وقت گیر میشه ولی ارزش داره، حداقل خوب خورد میشه، وگرنه باید اون یکی و تیغش رو قشنگ با از این سنگا تیز میکردم بعد ازش استفاده میکردم. درست کردن دلمه سرخ کردن پیازشه. خیلی ها فقط پیاز رو تفتش میدن، ولی من کاملا سرخش میکنم. هم میتونید نگینی هم میتونید خلالی پیازتون رو سرخ کنید. من از اونجایی که تنبل بازی در آوردم پیاز رو داخل همون خورد کن ریختم و خورد کردم. زردچوبه و نمکم میزنم که خوش رنگ بشه. پیاز که کاملا سرخ شد، گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنیم و به همراهش تفتش میدیم که رنگش تغییر کنه و از حالت خامی در بیاد. چون من به پیاز نمک و زردچوبه زدم دیگه ادویه اضافه نمی کنم، فقط فلفل میزنم بهش.
آتش بلند شده چقدر عالی. من عاشق پیاز سرخ کرده خیلی دوست دارم. حالا من و عادل یه وقتا اکرم چون همیشه برام پیاز سرخ میکنه با آنون قشنگ میشینیم میخوریم مثل یه وعده غذایی. اینقدر دوست داری بلا فکر کنم نه گیلانی ها، فکر کنم همه ایرانی ها اینجوری هن. داخل اکثر غذاها پیاز میریزن و دوست دارن. من خودم به شخص کمتر کسی رو دیدم که پیاز دوست نداشته باشه. حالا البته خامش فکر کنم همه دوست ندارن چون بوی مثلا دهن آدم بو میگیره، شاید به خاطر اون، وگرنه پیاز سرخ کرده فکر نکنم که دوست نداشته باشه. بعد از این که رنگ گوشت تغییر کرد و کامل تفتش دادی، زمان اضافه کردن سبزی معطره. میتونید از سبزی خشکم استفاده کنید ولی معطر یه چیز دیگه است. من چون همیشه سبزی محلی میگیرم و دسته ای انتخاب میکنم، از هر دسته یه دونه گرفتم به جز اون دوتا سبزی که نبود، مرزه و نعنا، که قرار از خشکش استفاده کنم. کل مقدار سبزی که احتیاج داری 200 گرمه. من چون محلی میگیرم دقیقا بعد از اینکه قشنگ شستم خورد کردم، از نصف اون سبزی دارم استفاده میکنم. نصفش رو میذارم فریزر برای دفعه بعد، نصفش حدودا در میاد 200 گرم. این سبزی رو به گوشت اضافه میکنم به همراه این مرزه کوهی. چون یکم درشت خورد شده، نمیدونم فکر کنم کلا با ساقه خوردش میکنم، اینجوری یکم آسیابش میکنم. مرده کوهی فوق‌العاده است، یه عطر فوق‌العاده‌ای به غذا میده. من همیشه داخل کتلت هم ازش استفاده میکنم، هر کی خورده خوشش اومده. اکثرا هم میگن شبیه کتلت رودباری میشه، اونا هم بکنم سبزی معطر میزنم به همراه نعنای خشک. اگه تازه داشتید حتما از تازهش استفاده کنید. خب اینا رو هم با گوشتمون مخلوط میکنم تا یه دست بشه، مواد به خورد هم بره. با اینکه این غذا واقعا آسونه و حالا خوشمزه، نمیدونم چرا دیر به دیر درستش میکنم. شاید هم یکی از دلایلش همون برگ موه که همیشه نیست. من حالا این برگ مویی که میخوام امروز ازش استفاده کنم، دوستم زحمت کشیده درست کرده به هم داده. فرزانه جون اگر این ویدیو رو نگاه میکنی دستت در نکنه عزیز دلم. ولی بازاری هم فکر کنم باشه. اتفاقا ویدیو سالومر دیدم که اونا با اون که حالا انگلیس زندگی میکنم، اونجا هم از این بسته بندیاش هست. ولی اینجا نمیدونم کدوم شرکت مثلا برگ موش خوبه که بخوام بگیرم مدام درستش کنم. برای مهمونی ها به نظرم گزینه خیلی خوبیه. لپه هم که بچه ها قشنگ پختم بهش اضافه میکنم، مخلوط میکنم. خیلی ها دوست دارم بهش زعفران اضافه میکنن. حالا اگر سلیقه یا دوست داشتید اضافه کنید، من دیگه حالا نمیخوام زعفران بزنم، همون نمک و فلفل و زردچوبه. لپرم مخلوط کردم و در آخر برنج. نمیدونم اینجا میتونم همه رو با هم دیگه هم بزنم یا نه. اینجوری مخلوطش کنم دیگه. بچه ها حرارت رو میتونید خاموش کنید، مهم اینه که مواد به خورده هم بره و کاملا یه دست بشه. به به عالیه، عالی. دلم میخواد اینو همینجوری خالی خالی بخورم. فکر که برنجه آبکش شده، دست پخته نیست. حتی شما روش های خودتون رو برام حتما بذارید، ممنون میشم. اونایی که به هر حال بعضیا میبینی تو هر چیزی، خب به هر حال هم استادن هم واردترن. آدم خیلی خوبه از تجربیات هم دیگه استفاده کنه. مثلا
من الان فکر میکنم 6 ماهه که میخوام این دلمه برای مو درست کنم ولی اصلا قسمت نمیشه. تا اینکه چند وقت پیش ویدیو سالومر دیدم که درست کرده بود، خیلی خیلی اصلا هوس برانگیز بود. به خودم قول دادم که به زودی درستش میکنم و امروزم خدا رو شکر تونستم از قولی که به خودم دادم بر بیام. خب اینو دیگه مخلوط میکنیم، میریم برای پیچیدنش. گازو خاموشه کرد. تا اینجای کار امیدوارم خسته نشده باشی. مواد دلمه برگ موی ما حاضر شد. حالا زمان باز کردن این کنسرو برگ موی که فرزانه جون بهم داده. ای بابا خیلی سفته. خودش درست میکنه. بچه فصلش که باشه اگه بدونید که کجا دلمه خوب دارن خودتون میتونید بشینید. بعد به این حالت، البته مراحل داره و همین سادگی نیست که بخوایم بپیچینش. اگه دوست داشتید بگید فصل شد من براتون هر دتایی این کنسرو هم آموزش بگیرم. خیلی سفته. باعث میشه که مثل کنسروای بیرون سفت باشه وقتی خونه ای هم درست میکنی باز شد. خب بچه ها دیگه فکر نکنم نیازی به آب کشیدنش باشه. این دلمه ها دونه دونه برگ دلمه رو باز کنید و از موادتون داخلش بریزید که من الان قشنگ از نزدیک دوربین رو میارم نزدیک که شما مراحلش رو ببینید. خیلی دلمه‌های خوبی هم هست. خب این از این. یه چیز در مورد سسش میخواستم بهتون بگم. بچه درست کردن سس دلمه کاملا سلیقه‌ایه. هر کی یه سبکی دوست داره درست کنه. ولی از اونجایی که من خیلی چیزای ترش دوست ندارم سعی میکنم میکس کنم با چند تا روب که خیلی طعم ملس و خوبی میگیره. با سلیقه‌ایه. اگر دوست داشتید حالا تجربه منم امتحان کنید. یه دونه از این روبایی که من داخل این سس دلمه میریزم روب ازگیله. نمیدونم حالا همه جا هست یا نه. روب ازگیل مخصوص شهر آستارا هستش. فکر کنم اونجا فقط اینو درست میکنن چون یه غذای مشهور و معروف و خوشمزه دارن به اسم لونگی. یه مرغ شکم پره یا یه وقتایی هم مثل خورش درستش میکنن، مثل فسنجون. بعد از این روبا داخلش میریزن. به حد این خوشمزه است که من اصلا هر وقت اون غذا رو سفارش دادم دوست نداشتم با هیچ کس به اشتراک بذارم. دوست دارم باید خودم بخورم. این روب خیلی خوشمزه است. اگر شما هم مثل من خیلی چیزای ترش دوست نداری اینو تهیه کنید. حالا اونایی که خارج از کشور هستن نمیدونم اصلا دسترسی به این روب دارن یا نه. بعد یه نکته هم هست در مورد روب انار. روب انار ما، اون که ما تو شهرمون، تو کشورمون، تو شهرمون داریم، روب انار خیلی خیلی غلیظه. اصلا مثل اون روبایی نیست که اینجوری مایست و رقیق و اینا و فوق‌العاده تو خورش که میریزی سیاه میشه و طعم خیلی ترشی داره. به خاطر همون من خیلی روب انار اونقدر نمیریزم تو غذام، در حد یه قاشق. اونم فکر کنم بازم خیلی زیاد باشه. خیلی روب آلوچه میریزن چون ملسش میکنه. من حالا از هر سه روب دارم ولی این روب ازگیل فوق‌العاده است. حتما امتحان کنید. اینا برای روب استفاده میشه به همراه چند قاشق سرکه. سه قاشق سرکه میریزم. روغن داره برای اینکه این دلمه به هم نچسبه. نمک و فلفل. همین میشه سسمون. حالا اونم دوباره براتون قشنگ میگیرم که ببینید به همراه آب جوش. دوربینو بیارم نزدیک شما بستنش هم ببینید. اولین کاری که باید انجام بدین اینه که قابلمه‌تون رو انتخاب کنید. بعد اون برگایی که حالا ضعیف‌تره، خیلی قرار نیست ازش استفاده کنید یا حالا برگا پاره شدن یا کوچولوان، اونا رو کف ظرفتون قشنگ بذارید به این صورت که می‌بینید که بعد به راحتی ما بتونیم دلمه رو برگردونیم. حالا اینا کوچولوه، من نمی‌تونم از اینا استفاده کنم، اینا رو می‌ذارم برای زیر.
و بعد هر دلمه‌ای که درست کردید از یه سمتی شروع کنید به چیدن و فشرده کنار هم بذارید به این حالت. من چون نمیخوام همه دلمه رو امروز بپزم، یه قابلمه کوچولو برداشتم که داخل این بذارم. رسیدیم به مرحله میشه گفت سخت کار، چون واقعا حوصله سربره. این برگ مو رو که میبینید، این قسمتی که نازکه و لطیفه قراره پشت کار بمونه و اینجا روی کار. ما قراره از این قسمت دلمه رو بپیچیم. اینجوری برگ رو داخل بشقاب میذاریم. یک کوچولو از موادمون، بچه خیلی نمیتونید مواد رو زیاد بریزید وگرنه نمیتونید جمعش کنید. ببینید اول این قسمت رو میدیم بالا، بعد دو طرفش رو جمع میکنیم، و بعد میپیچیمش. ببینید به این حالت که دیدید میپیچیمش. خیلی نباید مواد بزنید بهش. اگر این حالت خیلی براتون سخته، میتونید داخل ظرف ماستخوری یا ترشی همین کار رو انجام بدید. البته اونجوری بهش میگن بخچه‌ای، به این میگن رولی. ببینید این روی کاره، این زیر کارمون که لطیف‌تره. خب به این صورت. دوباره یه دور دیگه ویدیو میگیرم که ببینید. من خودم اوایل که میخواستم اینو بپیچم واقعا نمیشد، چون مواد زیاد میریختم نمیتونستم قشنگ جمعش کنم. بعد فهمیدم که مواد رو باید کمتر بریزم. ببینید اینجوری اول این سمت، بعد این سمت، و بعدم این برش. حالا که قشنگ جمع شد از اطراف نمیریزه، دیگه میتونیم رولش کنیم. بعد فشرده کنار هم بذارید که وا نره. ببینید من اینجوری دونه دونه اینا رو دارم کنار هم میپیچم و میچینم. یکم حوصله سربره دیگه نظر من. حالا اونایی که دیگه خیلی واردن فکر کنم تون تون درستش میکنن. بعد این برگایی هم که اینجوری یکم کار سخت میکنه، مثلا مواد میریزه، راحت نمیشه جمعش کرد. رو فکر کنم بهترین نوع برگ مو هم با همین برگ عسکریه که لطیف و نازکه. ببینید این دو طرفش و اینجوری. فرزانه جون واقعا تو چقدر زحمت میکشی هر دفعه اینا رو درست میکنی، خیلی زمان بره. این کوچولوها اگه خیلی براتون سخت شد، میگم میتونید کف ظرف بذارید. شما رو نمیدونم ولی من دهنم رو افتاد، دوست دارم زود آماده شه. ببین اینجاش که بازه نباید اینجوری باشه، البته به خاطر نوع برگشه. بچه ها نصف موادم اضافه اومد، اصلا فکرشو نمی کردم یه شیشه برگ مو کافی نباشه. اگر شما هم دارید از یه شیشه استفاده می کنید، حالا شیشهش خیلی بزرگ نیست، به نظر من موادی که بهتون گفتم رو نصفش کنید. حالا اگر وقت کنم میرم فروشگاه ببینم که دارن که من دوباره بخرم یا درست کنم یا نه. همونطور که دارید می بینید اینجوری همه رو کنار هم می چینیم به صورت فشرده و میریم برای آماده کردن سوسش. برای سس بیاین این ور. ما گفتم از رب انار استفاده میکنیم. یه قاشق یعنی فکر کنم یه ذره کمتر از یه قاشق. بعد رب اسکیل. ببین چقدر رقیقم است، خیلی عطر خوبی داره. من اینو یه ذره بیشتر میریزم. و ربع آلوچه.
دیگه کاملا سلیقه‌ایه. بعضیا از شیره انگورم استفاده میکنن. چه شود؟ یکم فلفل. حالا قابلمم کوچولوتره، همین یه دونه لیوان رو بزن و سرکه و روغن. سرکه دم دست نیست، میرم میارم. این هم از روغن که باعث میشه دلمه ها به هم نچسبن. عطرش هم عالیه، چه برسه به این که حالا بره به خورد اون مواد محشر میشه. قشنگ باید همش بزنی، بعد روی دلمه ها بریزی. سه قاشق سرکه هم بهش اضافه میکنم. مخلوطش کردم، میریزم روی دلمه ها. بچه این مواد، این مقدار سس برای این مواد کافیه، بیشترش نکنید به خاطر این کاملا بعد دیگه غرق در این سس میشه. اصلا فکرشو نمیکردم اینقدر کم باشه دلمه ها. روب آلوچه انقدر سفته، هنوز هم نخورد. این از این واسه باید کم بشه، این میره به خوردش میره پایین. و بعد یه جسم سنگین، حالا اگه تو قابلمه بزرگتر دارید درست میکنید حتما پیش دستی بذارید، ولی چون قابلمه من کوچولوه همین نلوکی رو اینجوری فشار میدم روش. یکم سوسم فکر میکنم زیاد ریختم. در قابلمه رو میبندم، میذارم روی حرارت حدودا یک ساعت و نیم تا دو ساعت با شعله ملایم بمونه و دلممون حاضر بشه. یک ساعت و نیم از پخت این دلمه خوشمزمون گذشت. خب اول از همه، اولین مرحله اینه که ما این نلبکی که روش گذاشتیم و برمیداریم. خیلی هم داغه، خیلی داغ بود. بچه این از دلمه ما قشنگ آبش کشیده شد. یادم رفت بهتون بگم زمانی که میخواین درستش کنین میتونید لابلاش آلوچه، ما میگیم آلوچه تهرانی، حالا شهرهای دیگه بهش میگن گوجه سبز، میتونید لابلاش اونو بذارین و بعد تو ظرفتون برش گردونین با پیاز سرخ کرده و زرش میشه قشنگ تزیینش کرد. حالا من چیزی از برگشت دیدم نریزه بقید. خب این برش، این ببینید، این باعث شده که ته نگیره. چون برش کردن اینجوری دارم تزیینش کنم، مثلا میخوام براتون تزیین کنم. یه دونم تست میکنم که با اون که حالا خیلی نمیخواستم ترش بشه، گفتم اون رب به انار خیلی ترشه، میتونید با زرشک و پیاز اینجوری تزیینش کنی. بچه ها مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. باور کنید که برای منم سخت بود که بخوام ویدیو بگیرم، ولی دوست دارم کم کم مشغول بشم و باعث بشه که کلن یکم از اون حال و هوا در بیام. به خاطر همون این غذای یکم پیچیده و سخت رو انتخاب کردم. امروز حسابی مشغول بودم دیگه، چندین ساعت وقتم رو گرفت. برای مهمونی ها فوق‌العاده است به نظر من، یه غذای خیلی ساده و راحت که شما میتونید از شب قبلم آمادش کنید. من حالا اینقدر از مواد اضافه اومده، حتما باید برم برگ او بگیرم که بتونم اینم درست کنم. حیفه، حالا شاید درستش کردم برای گذاشتن فریزر بعدن استفاده کردم.
مرسی که حوصله کردین ویدیو رو نگاه کردید. اگه خوشتون اومد یادتون نره لایکش کنید. اگر آموزش ها رو دوست دارید حتما برای من کامنت بذارید که براتون بازم ویدیوهای آموزشی بگیرم. میدونم خیلی وقت دور بودم از ویدیوهای آموزشی، ولی هر از گاهی خیلی خوبه که لابلای ویدیوها و ولاگا و حالا سفرهای تفریحی اینجور ویدیوها هم داشته باشیم. فکر کنم شما فکر کنم دوست دارید. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیوهای دیگه، خدا نگهدارتون. جاتونم واقعا خالی چون داغه، امتحان تست کنم.